درود، روز خوبی داشته باشید. دنباله آموزش C++، حتی برای یکی از دوستان من این ویدیو رو میذارم، ولی خب شما هم میتونید استفاده کنید، بالاخره اینجا هست. من VS Code رو استفاده میکنم، ولی خب تو ویدیو قبلی دیدیم که الزامی نداره VS Code رو استفاده کنید، میتونید از محیط های دیگه استفاده کنید یا کلا اصلا نوت پد و ترمینال ویندوز یا حالا هر سیستم عاملی که دارید. تو همون پوشه پروژه قبلی هستم. یه سری فایل ایجاد شده بود، فقط برای اینکه بدونید که اینجا هم میشه همه کارهایی که را تو پوشه عادی توی ویندوز میکردید و انجام بدید راحت. اینجا من میخوام اینا رو پاک کنم، اضافه ها رو راست کلیک میکنم روی این، دلیت رو میزنم یا اصلا کلیک میکنم روش و دکمه دلیت از صفحه کلید رو میزنم. اینو هم میتونم پاک کنم، این خوب الزام نداره. بعد اینو واز میکنم. وقتی یه فایل رو واز میکنید، اینجا اسمش به صورت ایتالیک کج هست و معناش اینه که اگر روی چیز دیگه کلیک کنین، اون فایلی که باز بود و اسمش ایتالیک بود چی میشه؟ اتوماتیک بسته میشه. اگر میخواین این همطور باز بمونه، دابل کلیک میکنید، یعنی از صورت ایتالیک در اومد، یا که انتخابش میکنید و بعد یه تغییر ایجاد میدید. به معنی اینکه یه تغییر دادی، من اینجا یه اسپیس کلیک کردم، چه کار میکنه؟ این رو باز براتون نگه میداره. من مثلا روی چیز دیگه کلیک کنم، اون دیگه بسته نمیشه، من اینکه خودم ببندم. و این نقطه یا مثلا دایره سفیدی که اینجا میبینید به معنی اینکه این فایل تغییر کرده، ولی بعد از اینکه تغییرات انجام دادین هنوز سیو نشده، که حواستون جمع باشه وقتی ممکنی تغییری میدید و میبندید بدون اینکه سیو کنید. این الان بهتون میگه که سیو کنید. شروع کنیم بگیم اصلا سی پلاس پلاس چجوری نوشته میشه، دستوراتش چی هست. روی همین فایل ساده که قبلا داشتیم، من شروع هم به موشکافی جز به جز میگم که چه چیزایی اینجا بوده. برای اینکه یه کامنت بنویسین، کامنت ها چی هستن؟ کامنت ها خط هایی هستن که یه سری توضیحه. ممکن مثلا الان شما یادتون بره فردا که این خط چه کار میکرده، خب میخواین یه دونه توضیح بنویسین، خب یا کلن کل این برنامه چه کار میکنه، میخواین یه توضیح بنویسین. توضیح ها رو چجوری انجام میدین؟ با دو تا اسلش. میبینید به صورت خودکارم رنگش رو سبز کرد. هر چیزی که بعد از دو تا اسلش بنویسین، تا آخر خط توسط اون کامپایلر که اینجا ما جی پلاس پلاس استفاده می‌کنیم ایگنور میشه. ایگنور یعنی نادیده گرفته میشه. خب پس این کد نیست، این سبز رنگ هم کنید. حالا فرق این اسلش اسلش و این اسلش ستاره چیه؟ این که اسلش اسلش تا آخر خط میره. من اگر برم خط زیرش چیزی بنویسم دیگه سبزش نکنید چی؟ یعنی این کامنت نیست، این خونده میشه و به عنوان کد در نظر گرفته میشه. برای اینکه مثلا چند خط میخواین شما توضیحات بنویسید، مثلا اینجا من تاریخ رو نوشتم، تاریخ روزی که این فایل رو نوشته بودم، اسم خودم رو، یعنی مثلا کسی که اون کد رو نوشته، و بعد مثلا یه توضیح هم نوشتم که مثلا این قرار این فایل چه کار کنه. حالا مثلا نوشتم C++ تو VS Code قرار تست کنه. خب به جای اینکه بیام تک تک اسلش اسلش اول هر خط بنویسم، چه کار کردم؟ اسلش ستاره گفتم آه از اینجا به بعد همش دیدگاه هست، کامنت هست تا ستاره اسلش بعدی. اسلش ستاره باز میکنه این محیط، مثل پرانتز باز کردنه، این پرانتز رو میبنده. پس تمام این با هم کامنت میشه. کامنت ها رو فقط از اول خط الزاماً اینطور نیست که اول خط باید شروع کنید بنوشتن و نیده، میتونید از وسط خط هم کامل می‌نویسید. مثلا اینجا من می‌نویسم که Here we are asking the app to show a message in terminal. میگم که تو این خط ما میخواییم که بگیم که این پیام، یه پیامی رو به ما نشون بده تو ترمینال. پس اینطوری هم میشه انجام.
این قسمت مشخص شد. یه عادت خوبیه که همیشه تاریخ بزنین اسمتونو، اسم کسی که فایل رو نوشته بنویسین. مثلا ممکنه توی تیم کار میکنین که 20 نفر هستن، بعد مشخص باشه که کی نوشته که نفر بعدی که داره این فایل رو نگاه میکنه بدونه اگه مشکلی بود بره از کی بپرسه، کی این مسئول این کار هست. و یه توضیح هم بنویسین که قرار چه اتفاقی بیفته، مثلا این کد قرار چیکار کنه که این تست زیاد توضیح خاصی نداره. خط بعدی اینکلود، هشتگ فاصله اینکلود. این هشتگ اینکلود چیه؟ یه سری دستورات توی بسته های خاصی نوشته شدن. یه زبان برنامه‌نویسی یه محیطیه و همه دستوراتش پیش‌فرض در دسترس نیستن، باید یه سری بسته حالا یا نصب کنین یا نصب هستن و اون دستورات اونجا نوشته شدن. این الان من بسته ای که صدا زدم اینجا برای این فایل IO stream، I اول اینپوته به معنی ورودی، O اول آوتپوت به معنی خروجی، استریم هم که خب مثلا میگم ویدیو استریم میکنه، غیر اینا جریان مثلا میگه دستوراتی مربوط به این که از کاربر یه چیزی بگیره و به کاربر یه چیزی نشون بده، اونا توی این لایبرری یا بسته آیو استریم هستن. خب و همیشه یک زبان برنامه‌نویسی، حتی ممکن اومد بسته‌های دیگه نیاز باشه، مثلا یه سری دستورات ریاضی، یه سری دستورات ترسیم کردن، وقت اونا بعد بسته های مربوطش هم اینجا بعدش بیان، مثلا یه هشتگ اینکلود دیگه بنویسم و داخل کوچیک‌تر بزرگتری اسم اون بسته های مربوطه رو بنویسم، که حالا من چیز دیگه ای برای این فایل ساده نیاز ندارم و همین چیز دیگه هم اضافه نمی کنم. بعد از اون شما تابع ها فانکشناتون رو تعریف میکنین و همیشه باید یه C++ اگر قراره به عنوان فایل اصلی اجرا بشه، ممکنه یه فایلی باشه که یه سی چیز توشه و توسط یه فایل دیگه فراخوانی بشه، مهم نیست، ولی اگر قراره فایل اصلیتون باشه باید همیشه این دستور main توش باشه، فانکشن main. و این فانکشن main اینجا قراره وقتی این برنامه خونده میشه اجرا بشه، هیچ ورودی خاصی نیاز نداره. همیشه حالا بهتون میگم چجوری فانکشن تعریف میشه حالا تو چند دقیقه دیگه، ولی بدونید که این اسم فانکشنتون اینجا نوشته میشه، هر چی قرار ورودی گرفته بشه داخل این پرانتزها گفته میشه، اگر ورودی نداره پرانتزها رو بذارید حتما، ولی خب خالی بذارید. و بعد نوع خروجیش، خروجی فانکشن مین وقتی که هیچ کار چیزی قرار نیست برگردونه به رایانه، معمولا عادت اینه که یه ریتن زیرو اینجا میذارن، ریتن یعنی برگردون، و بعد نوع زیرو هم که اینتجره دیگه، اینتجر یعنی عدد صحیح، اینجا گذاشته. حالا اینا رو باز تو مثال بعدی راحت تر براتون جا میفته، اگر این مدار براتون سخته فقط بدونید که اینو من کپی پیست میکنم، مثلا اینجا اینت مین پرانتز رو باز و بسته میکنم، اینتر میزنم، ابرو رو باز میکنم، اینتر میزنم و شروع هم مثلا محتویات هم اونجا تایم هم. و خوبی حالا VS Code اینه که یه سری فاصله گذاره، مثل این تبی که اینجا هست چهار تا فاصله اسپیس رو اوتوماتیک گذاشتید، این وقتی اینتر زدم خودش این چهار تا فاصله رو گذاشت اومد، این تو رفته یا کمک کنه که فایلتون خوانا‌تر باشه. حالا پاک میمونم، میگم آقا از استودیو، از فضای نامهای استودیو دستور سی اوت، سی او مثلا فرض کنید سی اول مثلا سی پلاس پلاس چیزی اینا هست، اوت هم به معنی خروجی دیگه، خروج. سی اوت دستوریه توی فضای نامهای استودی از بسته آیو استریم یا این دستور استفاده کن، و این دستور و این دابل کلون هم میزنی اینجا. خب وظیفش اینه که یه چیزی رو توی ترمینال نشون میده، و چیزی که ما خواستیم نشون بده چیه؟ یه متن، متن رو بین دوتا کوتیشن میزنیم، این کوتیشن این علامته هستش. خب وگرنه مثلا فرقش چجوری سی پلاس پلاس بفهمه که آقا این چیزی که داره اینجا تایپ کنیم مثل سی اوت و ریترن و اینا مثلا دستور نیستن،
برای اینکه بفهمه آ متن ساده هست، باید بین کوتیشن بزنید، یه کوتیشن باز میکنین، یه کوتیشن هم میبندین، وسطش اون متن رو مینویسین، کارا این متنی که ما میخوایم اینجا نمایش بده. و بعد از هر خط دستور یه سمیکالن نقطه ویرگول هم میذارین. درسته؟ پس این خط اول وظیفش اینه که اینو نشون میده توی ترمینال. بعد از اون ما گفتیم که این کار رو انجام بده، گفتیم که از فضای نام های استودیو برای من دستور get car، get کنی بگیر، کرم اول کاراکتر هست، من حالا کاراکتری از یک کلیدی از صفحه کلید رو از کاربر فشار میده اونو بگیر، خب و البته جای ذخیرهش نمیم فقط میگیره و ورودی خاصی هم نیاز نداره، سمیکالون. بعدش میگم آقا صفر رو برگردون، این دیگه چیزی نیست که توی ترمینال نمایش نمیشه، صفر رو برمیگردون فقط برای اینکه فرض کنید رایانتون خوشحال باشه، یه نیازمندی این هستش، این مینی که اینجا تایپ کردیم و این تر. خب ممکن بگی آقا من این see out، این get car، این دستورات رو از کجا ببینم، کجا در تشون بفهمم، مثلا بخونم، مثلا یه برنامه از کسی دیگه برمیدم و یه دستوری نوشته و من اون دستور رو آشنا نیستم. C++.com بخش متنوع داره، مثلا آموزش، توتوریال، آرتیکل، یه سری مقاله و اینها، فروم، انجمن گفتگو، ریفرنس، مرجع. ما می‌بینیم بخش مرجع، می‌بینید بخش‌های مختلفی داره، برای بسته‌های مختلف توضیحات داره، یا می‌تونید اینجا قشنگ کلیک کنید و مثلا می‌خواید گت کر ببینید چی، گت کر اینجا کلیک تایپ می‌کنید و اینتر می‌زنید و می‌بینید مثلا درتش توضیحات میاره، می‌تونید بخونید، مثال هم داره. خب این یه چیز. بعد ما اینو که قبلا اجرا کردیم، حالا دوستانین یه بار دیگه هم اینجا چیز میکنیم، حتی اینجا هستش ولی مثلا مرور شه، جی پلاس پلاس، اسم فایل تست سی پی پی با اسم مثلا تست آوتپوت اونجا هست، شاید با همون اسم تکراری میام سیوش کنه، .exe کامپایلش کنه، کامپایلش مونه، این اگه تغییر اینجا داده باشم تغییرات اونجا اعمال شده، و .backslash test_output رو برای من اجرا کن، این متن نشون داده منتظر میمونه من یه چیزی فشار بدم میاد بیرون. من اگر اینو بردارم چیکارش میکنم، اینو باشین اسلش اسلش کامنتش میکنم، ذخیرش میکنم، این دیگه نادیده گرفته میشه، مثل این کسی این خط وجود نداره. میگم کامپایلش کن و بعد میگم اجراش کن. ناکنین همون لحظه که پیامو نشون داد ازش هم خارج شد، چون این گت کرده دیگه نبودش که منتظر فشاردن کلید از صفحه کلید بمونه. پس اینم یه چیز جدید یاد گرفتیم. یه چیز دیگه اینجا یادتون بدم اینه که این std colon colon قبل از این دستورا رو میتونید ننویسین، برای اینکه کمتر تایپ کنین. به جاش چیکار میکنین؟ اینجا میاید یه خط اضافه تر تایپ میکنین، using name space فضای نام ها std و نقطه ویرگول. این میگه از اینجا به بعد دستوراتی که توی فضای نام‌های std هست رو آماده تو ذهنت داشته باش، دیگه تشخیص بده دیگه که این سی اوت منظور سی اوتیه که توی std هست، یه اون std colon colon دو نقطه دو نقطه رو نیاز نیست اینجا تایپ کنین و همتون اینجا ببینین. من اینو ذخیره میکنم، میگم اجرا کنه که مطمئن بشید. اجرا کرد، میدید که همون نتیجه رو به من میده و منتظر من این چیز کلیک کنم بیاد بیرون. پس این هم یه چیز دیگه. پس این using namespace std میتونه چیکار کنه؟ تایپ کردن std نقطه رو تو خطای بعدی براتون بی نیازتون کنه از
اون و ممکن سرعت رو افزایش. حالا گفتم در ارتباط تابه ها بهتون توضیح دادم تابه ها چجوری هست، یه مثال دیگه انجام میدم. من یه فایل جدید اینجا میبینید، این به اضافه‌ای که داره یه شبیه یه وقا چهار مثلا به اضافه داره، یعنی یه فایل جدید برام درست کن. من میرسم مانی کانورتر، یعنی که پول تغییر بده مثلا تبادل کنه. .cpp سیو میکنم، فایل اینجا باز میشه. طبق معمول عادت خوبیه که یه سری چیزها رو بنویسیم، مثلا نویسم تاریخ امروز مدن 18 سپتامبر این فایل رو مینویسم، من فلانی هستم. یه توضیح هم نیستم in this file this program ask the user. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم که آه مثلا به من بگو چه مقدار پوند انگلیس رو میخوای تبدیل کنی به بات تایلند و من بهت میگم که چقدر میشه معادلش، مثلا 50 پوند انگلیس چند بات تایلند میشه، مثلا یه همچین چیز ساده میخوام. This program ask the user to enter a number and then it converts that amount of GBP Great Britain pound to Thai baht. THB. و این تمام چیزی که انجام ده و محیط کامنت رو اینجا میبندم دیگه، از خط بعدی دیگه میشه کد. و چون میخوام از کاربر یه چیزی بگه و به کاربر یه چیزی نشون بده، پس من هشتگ اینکلود توی بزرگتر کوچکتری IO stream میبندمش و برای اینکه کمتر تایپ کنم میگم using نمیسپیس. و نگاه کنید مثلا VS Code یه خوبی دیگه هم داره که بهتون یه سری تا یه چیزی شما به تایپ کنم یا پیشنهاد میدم. نمیسپیس منظورتونه میتونید چیکار کنید، روی این کلیک کنین یا دکمه تب یا اینتر رو بزنید. مثلا من اینتر میزنم، ببینید خودش دیگه بقیه کلمه رو تایپ میکنه. std نقطه ویرگول، چون یه خط دستور هست بعد اجراشه، یه فاصله دیگه هم میذارم. و بعد قبل از که بیام اون مین رو بنویسم، میام یه دستور یه فانکشن تعریف کنم، یه تابه اینجا تعریف کنم برام. تابم چیه؟ اولا که از کاربر قرار یه عدد بگیره، مثلا میگم 50 پوند، و بعد حالا قراره بهش میگم معادل باتش چقدره، یا ممکن اصلا عدد اعشاردار باشه، 50.5 پوند رو به من بگو چقدر بات تایلند میشه. اگر عدد بدون اعشار میخواستم باش کار کنم، اینت بود نوعش، ولی چون عدد اعشار دارم میخوام اسم کنم دابل، یعنی عددی که اعشار هم میتونه داشته باشه. خب خروجی تابم چی هست؟ یه عدده و اعشاری دابل. و بعد اسمشو مینویسم، اسمش مثلا چی میخوام بذارم؟ اسمشو میذارم GBP2THB. این اسم تابم هست. خب و داخل پرانتز باید بگم که آقا چه چیزی میگیره. یادتون باشه دفعه قبلی اون تابه مین هیچی نمیگرفت چون همطور اجرا میشد از اول کار، ولی اینجا من خواهم بهش یه عدد بدم، اونم یه عدد اعشاریه. پس میگم آقا یه دابل، یه اسمم میذارم براش وای، یه متغیر به اسم وای میگیری که اعشاریه و یک چیز دیگه میدی بیرون که اونم اعشاریه. این مربوط به چیزی که میاد بیرون، این مربوط به این وای هست که میاد داخلش. میام پایین، ابروها رو واز میکنم، گیومه یا هرچی بهش میگین، یه اینتر میزنم، خودش اتوماتیک تو رفتگی ایجاد میکنه. میام چه چیزی میخوام انجام بدم؟ میام آقا
اون وای که مقداری که گرفتی رو ضرب در عدد ثابت کنی. ببین اول یه پوند انگلیس چند بات تایلنده امروز؟ قشنگ میری توی گوگل میزنی جی بی پی تو تای بات، اینجا بهتون نشونه یک پوند استرلینگ مال انگلیس چی هست؟ 42.02 بات تایلند هست. پس من میگم آقا وای رو ضرب در ضرب درم ستاره هستش، شیفت 8 هستش معمولا توی صفحه 42.02، این میشه معادل اون پونده به بات تایلند. و اینو چیکار کنه؟ اینو برگردونه return و نقطه ویرگول. اون مینه برگردونش صرف بود، جایم استفاده نمیشد، ولی این برگردونش قرار استفادهش پایین. میبینید چجوری استفاده میشه؟ نقطه ویرگول هم میذاریم چون یه خط دستوره، میام پایین، این دست این تابه تموم شد، یه عدد وای گرفت 42.02 برابرشو برمیگردونه. حالا چجور استفادهش کنم؟ میرم توی تابه مین که قراره اجراش این دوباره اینت، خروجیش اینتجره چون صفره، اشاره نداره، اسمش مینه، هیچ ورودی هم نداره. میام پایین، آها، اینجا میگم چیکار کن؟ میگم که به کاربر نشون بده سی اوت، اوت به کاربر نشون بده، خب کوچیک‌تری و بعد یه متن میخوام نشون بدم، دستور نیستش، پس باید بذارمش داخل کوتیشن این دوتا خطا. میگم چیشی چه معنی نشون بده؟ میگم آقا بگو بهش پلیز insert or the amount of GBP that you want to convert to THP. و معمولا هم یه عادت و یا یه قرارداد مثلا ننوشته معمولی هست که وقتی یه چیزی قراره از کاربر بگیره، جملتون رو به جای با نقطه تموم کنیم با دو نقطه تموم که معلوم باشه که یه چیز قراره بعد از این بیاد که کاربر باید تایپ کنه. و بعد نقطه ویرگو چون قرار این دستور اجرا بشه. حالا بعدش قرار چکار کنه؟ بعدش قرار از کاربر یه چیزی بگیره دیگه. میگم سی این، میدین اوت یعنی بده بیرون، این یعنی بگیر بیارش تو. خب دوباره کوچیک‌تر برای اینکه بره بیرون، وقتی میخواد بیاد داخل برای این بزرگتر. و بعد یه چیزی که از کاربر میخواد بگیره رو بعد توی چیزی سیو کنه، یه قسمتی از حافظه کامپیوتر سیو کنه و یه اسمی برای اون قسمت باید اختصاص بدین که بعدا بتونین اونو صدا بزنین. خب اگر اسم نذارین نمیتونین صداش بزنین. مثلا فرض کنین اینجا 10 نفر باشن هیچ اسمی نداشته باشن، خب وقتی میخواین صدا بزنین چی میگیم؟ این نفر دوم مثلا بیا، مثلا وقتی اسمش علی، احمد، فرهاد، مثلا شیرین اینا هست، یه اسم تمیز فرهاد رو میادش، درسته؟ پس وقتی یه چیز رو سیو میکنین روی حافظه کامپیوتر یه اسم براش میذارین، من میگم ایکس مثلا. خب بعدم میتونم بگم آقا ایکس رو بهم بده. و نقطه ویرگول چون این دستور بعد اجراشه، یعنی کاربر یه چیزی تایپ میکنه و اون چیز میره توی حافظه، اسمش میشه ایکس. خط بعدی میگم آقا وقتی اونو گرفتی حالا دوباره به کاربر نشون بده کوچیک‌تر. میگم اولا که برو خط بعدی، چیزی که اینجا تایپ میکنه کاربر و میره توی ایکس دنباله این نشون داده میشه همش توی خط، هم بره خط بعدی. برای اینکه میگم به خط بعدی slash n، n رو مثلا فرض کنیم مثلا next line خط بعدی، خب slash n نیاز نیست فاصله بزنیم. بعد میخوام چیکار کنه؟ بگه که آقا اون x پوند برابر هست با فلان بات. خب الان
چیز بعدی که میخوام نشون داده باشه x، ولی نمیخوام خود x نشون داده باشه. اگه اینجا بیام تایپ کنم x، خب دقیقا حرف انگلیسی x رو نشون میده. میخوام xی که تو حافظه ذخیره شده رو نشون میده. پس یک دوباره کوچیک‌تر میزنم x. الان این x حرف x نیست، عددیه که توی حافظه با نام x ذخیره شده. یه کوچیک‌تری دیگه میگم که این x gbp x pawn is equivalent with، هم ارز با یا برابر با، یه فاصله هم میزنم که با حرف بعدی یا چیز بعدیش فاصله داشته باشه، اینم همینطور، وگرنه بدون فاصله همطور به هم میچسبونه. کوچیک‌تری. حالا اینجا از اون تابع میخوام استفاده کنم، بگم آقا جی بی پی تو تایپ باد این تابع رو روی ایکس برای من پیاده کن. میبینین این ایکس رو میذاره جای وای، اون عددی که توی ایکس هست رو میذاره جای وای، 42 خوردی برابرش رو به من برمیگرده، اون عدده اینجا ظاهر میشه، نه این متنی که تایپ کردم. خب و چیز دیگه نیاز نداره، همین نظرم کافیه. چرا جلوش کوچیک‌تری، مثلا میسرم یه فاصله بذاره به نیست تایپ باد، یه نقطه هم بذاره، خوبه اینطوری، و نقطه برگو کش باشه. منتها الان نگاه کنین اینجا میدونه وای یه دابله، یه اشاریه، و میدونه که آقا این چیزی که قرار ریترنشم یه اشاریه. اینجا بگم که تموم کنیم این مینو ریترن زیرو کن، و میدونه که این زیرو بیخاصیتی که این مین برمیگردونه هم اینتجره. ولی آیا این ایکس رو هم میدونه چیه؟ توی یه سری زبان برنامه‌نویسی نیاز نیست برای هر چیزی هی بشینین نوعش رو تعریف کنین. مثلا پایتون میتونین همطور x به کار ببریم بدون اینکه بگین x چی هست، خب خودش بعداً تشخیص میده. ولی C++ همیشه باید هر متغیری که دارید نوعش رو از قبل بهش گفته باشید که به همون اندازه فضا از حافظه کامپیوترتون برداره. الان x نوعش مشخص نیست، پس من اینجا کاری که میکنم یه خط دیگه قبل از اینکه x رو استفاده کنم، میتونم مثلا این وسطتر بگم بین این خط و این خط، ولی خب من اینجا میگم قشنگتر، میگم که یه دابل برام تعریف کن به نام x، نقطه برگو هم میزنم. الان از اینجا به بعد میدونه x یه دابله، و فکر کنم همه چیز آماده است دیگه. پس میبینین فقط مین نیست تابه میتونی تابه دیگه هم باشه، و داخل پرانتزش ورودیاش رو بهش میدین، قبل از اسمش هم بهش میدین که خروجیش چی چیزی باشه، و ریترن میشه اون خروجیش. یه مثال ساده است، بذاریم اجرا کنیم، امیدوارم که خطایی نداشته باشه. سیوش میکنیم کنترل اس، میام اینجا، میام با جی پلاس پلاس مانی _converter.c++ رو برای من کامپایل کن، یه اسمم بذارم که اسم علکی نذاره برای خودش، مثلا چه میدونم بگیم که این یه صرافیه، به اسم exchange.exe ذخیرش کن. اینتر میزنم، اروری نداد، اینجا exchange.exe به وجود اومد. حالا میگم اجراش کنه .backslash exchange.exe نیاز نیست تایپ کن، همینجا کافیه. اینتر میزنم، به من میگه که مقدار که پوندی میخوای چیز کن، مثلا من میگم آقا 350 پوند رو برای من به بات تایلند تبدیل کن. اینتر میزنم، میگه که یه خط فاصله گذاشت. خب ظاهرن اگر اون اسلش اینو نمیذاشتم خودش میومد خط زیرش، اسلش اینو گذاشتم خط زیرش که اومده، یه خط دیگه هم گذاشته، بعد اومده ضرب کرده اون 42
صرف دو شده چقدر؟ 14,707 بات تایلند. خب ارزش پوند اومده پایین، ماه پیش 350 رو که میزنم 15,000 خورده میشد. خوبه تا بات تایلند رفته بالا، پوند انگلیس اومده پایین، به نظر من چیز خوبیه. حالا ممکنه برای یکی دیگه بد باشه. بعد همیشه عادت کنیم که با آزمون و خطا یه سری چیزها رو تست کنیم. مثلا من اگر می اومدم اینجا این اسلش اینو بر می داشتم چه اتفاقی می افتاد؟ میام اینجا میگم اینو چیز کن، بعد اجراش کن، همون 350 رو بزنم. نه بدون اونم حتی اومده یه فاصله گذاشت. پس اون اسلش اینو بیدن نخور بود. بزنیم ببینیم چی جوریه. من اگر دو تا اسلش این بذارم چطور؟ خب نه، این دفعه دو تا فاصله گذاشته. خب جالبه، یعنی یه بار اسلش این بذارم یا اصلا اسلش این نذارم یه خط اتوماتیک فاصله گذاشته اومده پایین. دو تا که بذارم نه، واقعا دو تا فاصله گذاشته. خوبه. و چیز دیگه مثلا امتحان کنیم، مثلا یه عدد دیگه بهش بدم، به جای 350 بگم 10.5 تا، برام چیز کنم میشه 441 ممیز خورده. چیز دیگه امتحان کنیم، مثلا اینکه اتوماتیک نیاد بیرون. یادتون باشه از دفعه قبل یه کاراکتر حتی اینجا الان یه نکته خواهد داشت، کاراکتر خالی. بذارین نکته شو نگم، من بعد دو تا اینجا بذارم، مثل این اسمشه نمیشه. با یه دونه بریم جلو ببینیم که چه اتفاق میفته. قاعدتا الان انتظار دارید که وقتی تموم میشه از برنامه نیاد بیرون، همتون اینجا چشمک زن میمونه تا یه چیزی کلیک کنیم. مثلا این تر بزنیم، من میام میگم آقا دوباره کامپایل کنه. حواستون باشه دوباره کامپایل کنید، نه این اکسچنج رو دوباره اجرا کنید، چون اکسچنج کامپایل قبلیتون بوده. آها حالا میام اکسچنج رو میام اجرا کن. 50 بازم اومد بیرون، منتظر نموند. حالا بهتون گفتم باید دوباره بزنم، من دوباره میزنم، ذخیره میکنم، کامپایل میکنم، اجرا میکنم. 150 میبینید چشمک زن مونده، منتظر که من کلیک کنم اینتر میزنم، بعد میاد بیرون. اینا یه سری نکته است، بازمون خطا یاد بگیرید. مثلا اینو میبینید، سوالی داشتین بزنید مومان کامنت زیر ویدیو. باز اگر چون دوستمون که این پرسیده سی پلاس پلاس چجور استفاده میشه بیشتر خواست، یا اگر شما بیشتر خواستین ویدیوهای دیگه هم میذاریم. خدا نگهدار.